اگر احزاب و گروه ها محیط دانشگاه را به حال خود رها بکنند، دانشجویان هیچ مشکلی با یکدیگر نخواهند داشت. محیط دانشجویی باید با نشاط، با صفا، با صمیمیت و پر از گفتگو و چالش به نقد کشیدن باشد. روحیه انتقادی دانشجو رمز تکامل جویی ملت عزیز ایران است. مطالبی را که دوستان گفتن من به بعضی هاش اشاره می کنم، یکی دو تا نکترم میگم، بعد اگر سوالی بود سوالهای کتبی رو پاسخ میدم. دبیر انجمن علمی مکانیک خواستند که از انجمنهای علمی حمایت قاطع بشود. این در دستور کار دولت است. در رابطه با بازنشسته شدن اساتید دو تا از دوستان مطالبی رو مطرح کردند. برای اینکه نظر بنده رو بدانید، نظر احمدی نژاد این است که استادی دانشگاه هیچگاه بازنشستگی نخواهد داشت. قانونی که قبل از این دولت بوده است، تعداد بازنشسته های سال 83 و 82 و 81 چندین برابر سال 84 است که این دولت در خدمت شماست. درباره دانشجویان پولی بحث کردند. باز به شما میگم، احمدی نژاد با دانشجوی پولی و فقط به خاطر پول دانشجو شدن به شدت مخالف است. و وزارت علوم هم مأمور شده است این تصمیم غلطی که در گذشته اتخاذ شده است، این رو با آرامی و به درستی اصلاح بکند. دبیر کانون گفتگو و اندیشه گفتند دولت تلاش می کند دولت‌های قبلی را زیر سوال ببرد. افتخار این دولت این است که تا امروز هیچ قدمی برای زیر سوال بردن قدمات دیگران بر نداشته است. اما نباید دیگران انتظار داشته باشند که این دولت عدالت را دنبال نکند یا با فساد مبارزه نکند. بعد گفتند فضای خفقان و بسته ایجاد شده است. ما نمونهشو در همین جلسه داریم میبینیم چقدر فضا خفقانه. یه عده کمی اجازه نمیدن که این اکثریت از حق خودش استفاده بکنن. افتخار این دولت این است که بازترین شرایط سیاسی در طول تاریخ این کشور را ایجاد کرده است که افراد در مطبوعات و رسانه ها هرچه دلشان میخواهد میگویند و با آزادی راه میروند و بعد هم میگویند آزادی نیست و خفقان است. و بعد نکته ای رو دوست دیگری مطرح کرد درباره انرژی هسته‌ای که به نظرم بحث بسیار مهمی است. این دوست عزیز
به من گفت که مراقب باشید، دستیابی به انرژی هسته‌ای منجر به از دست رفتن منابع ملت یا صدمه وارد شدن به ارکان اقتصاد کشور نشود. من میخوام چند جمله یاد کنم. ببینید که این مسئله چقدر مهم است و تا کجا باید سرمایه گذاری بکنیم. امام عزیز ما درس‌های گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشتند. امام فرمودند اگر دیدی دشمنان بشریت و نظام سلطه با یک چیزی مخالفت می‌کنند، بدانید که اون به نفع ملت است و پای اون بیستید و از اون دفاع بکنید. من سوالم این است، باید ببینیم چرا نظام سلطه آمریکا و انگلیس فاسد که جز به سلطه به همه ملت ها و چاپیدن حقوق همه ملت ها راضی نیستند، آمریکا و انگلیس که حتی به یک لحظه حیات مستقل ما راضی نیستند، چرا اینقدر با دستیابی ملت ما به فناوری هسته‌ای مخالفند تا جایی که حاضرند همه قوانینی که خودشون گذاشتند، سازمانهایی که خودشون درست کردند، نهادهایی که 60 سال نونشو خوردن تبلیغشو کردن اونها هم زیر پا بذارن، اما مانع از دستیابی ملت ایران به فناوری هسته‌ای بشوند. دوستان، حقیقت این است، دستیابی ملت ایران به فناوری هسته‌ای مساوی است با نشستن ایران در کنار کشورهای پیشرفته و تبدیل شدن به ابرقدرت بلا منازع در جهان. سال قبل که قرار شد کار رو شروع بکنیم مجدد و حرکت بکنیم، آمریکا و دوستانش ما رو تهدید به حمله نظامی کردند. خب ملت ما یک ملت شجاع است، ملتی که چنین جوانانی دارد از تهدید هیچ قدرتی نمی هراسد. وقتی نترسد خادمان و فرزندان این ملت هم نخواهند ترسید. گام به گام ما حرکت کردیم رو به جلو با پشتوانه ملت و آنها عقب رفتن. من به شما میگم عزیزان، میخوام بعضی از مسائل پشت صحنه ای هسته‌ای رو در اینجا برای شما بازگو بکنم، اما بدانی تا امروز بعد از یک سال و دو سه ماه ما گام به گام جلو رفته ایم و اونها گام به گام عقب رفتن و امروز به لطف خدا هیچ کاری علیه ملت ما نمیتوانند انجام بدهند. شما هستم. به شما